آقای عبدالودود مختارزاده، معاون اتحادیه ناشران افغانستان با ما هستند و امروز در رابطه با موضوع کتاب، جایگاه کتاب و امو دوست و یار همگی ما شما که گهگاه ماها فراموشش میکنیم در الماری و اصلا سر نمیزنیم برش. سلام، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. سلام خدمت شما، خدمت دستاندرکارهای تلویزیون یک، بیننده هایی که داخل افغانستان و خارج افغانستان هستن، عرض سلام تقدیم میکنم. سلامت و بخیر باشین. مختارزاده سه میبینید من از می سر صبح تشنه هستم، زبانم میره طرف دیگه. صبح را و یا آغاز روز را چگونه شروع کردین امروز؟ بدون شک صبح معمولا خوب، ما همیشه صبح که بعد از ادای نماز و یا تلاوت بعد از او میم طرف کار و بار و بالاخره برنامه برای داریم در بخش چاپ کتاب و پخش کتاب و بالاخره سر کار ما با کتاب است. میدانم اونایی که سر کارشان همیشه با کتاب ها هستن، باز کم دیدگاه هایشان، گفتارشان نسبت به مردم های عادی جامعه فرق می داشته باشه. اونا چرا همیشه کتاب می خوانن، همیشه کتاب خواندن؟ نمیدانم شماهایی که منیس ناشران کتاب و یا در اتحادیه ناشران کتاب ها کار میکنین، مصروف هستین، حالا نمیدانم اگر بپرسم که شما خودتان در طول عمرتان چقدر کتاب خوانده باشین؟ خب دقیق و گفتنش مشکل است، مگر بسیار کوشش کردیم که بتانیم حدی اقل ما یک کتاب بخوانیم. دیگه راستی کتاب مطالعه و همدمی و همصحبتی با کتاب خیلی خیلی به نظر ما مفید است، چون کتاب برای حل مشکل انسان ها نوشته میشه و انسان ها خالی از مشکلات و خالی از دغدغه های زندگی نمی باشند. به او اساس یک باری که انسان با کتاب انس بگیره، به نظر ما از این کتاب بهترین دوست شاید دیگه نخواد داشته باشه، اگر مبالغه نکنم. دیگه خب مطالعه هم بدون شک تعلق میگیره به شرایط و به زمان. اگر شرایط مطالعه برابر باشه، مطالعه هم خیلی برای انسان ها مفید واقع میشه. مگر در افغانستان شرایط ها قسمی یکی پی دیگه میاد که انسان ها دیگه او رقم انس و او رقم روابطی که با کتاب میتونست تامین بکنه، تامین کردنش مشکل است. با هان هم کتاب به نظر ما در هر شرایط دشوار میتونه یک دوست خوب بوده باشه. بدون شک. من سب قسمی که از شرایط صحبت کردین، من به یاد دارم قبل از تغییر نظام تعداد زیادی از جوانان، حالا چی دانشگاهی بودن و یا نبودن، مصروفیت و مشغله روزمرهشان هرچی بود، ولی بیشتر دوست داشتن گهگاهی سر بزنن به کتابخانه ها، به کتاب فروشی ها و کتاب های متفاوت را خریداری بکنن و در تایم هایی که وقت بیکاری دارن کتاب مطالعه بکنن. ولی متاسفانه دفتن امو حرف شما که امو شرایط یا روزگار گهگاهی پستی و بلندی خودش داره، دفتن همه چیز رفت و یک حال هوای دیگه گرفت. این روزها حال هوای کتابخانه ها و کتاب فروشی ها و بازار کتاب چگونه از در شهر کابل؟ خب بگذارین از نظری تاریخی اگر جایگاه کتاب در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار بدیم، در ادوار مختلف تاریخی مثلا 60 سال تا 70 سال یا بیشتر از او را اگر ما بیایم جایگاه کتاب و فرهنگ کتاب در افغانستان مورد مطالعه قرار بدیم، واقعیتش یک فرهنگ، یک واقعیت خوب یا یک جایگاه خوب نداشته. چون شما برین از دوره فرض مثال امیر عبدالرحمن خان همه تا بیاین دوره حبیب الله خانش و تا دوره جمهوریت، کتاب جایگاه خود در جامعه افغانستان تا دوره جمهوریت هم پیدا کردن نتونست. شما به این ادعای ما بسیار دلیلی واضح دارم. شما برین در ماستر پلان کابل به نام بازار کتاب یا بازارچه کتاب، نه در کابل و نه در اطراف در ماستر پلان وجود داره، یعنی وجود نداره. ای داره شما میتونین که برین بررسی بکنین و صحتی از این اداره پیدا بکنین. ما تا فعلا به نام بازارچه کتاب در افغانستان نداریم.
وی بدون شک خصوصا در نظام قبلی دوره جمهوریت کتاب راستی دولت مردای ما به کتاب و کتابداری علاقمند نبودن و این کتابی هم که خریداری میشد کتاب هم توسط مؤسسات خریداری میشد و برای ایجاد کتابخانه ها در ولایات و در ولسوالی ها توسط مؤسسات میشد. ما بارها بارها به دولت مردا مراجعه کردیم، مشکلات خود گفتیم، مگر دولت مردا جدیترین توجه را نکردن. دیگه به این اساس در دوره جمهوریت هم که شما یاد کردین که مردم علاقمند به کتاب بودن، بله بسیار ناچیز. فرض ما گفته میتونم که در حدود 15 الی 20% که شاید ما بیشتر بگیم به کتابای مطالعه مردم مراجعه میکردن. بله. دیگه زیادتر کتابای مکتب بود و کتابای پانتونی به حساب به فروش میرسید که از قضا امروز کتابای پانتونی هم در مو وقت هم چالش کلان ناشرا فوتوکوپی کتاب یا جعل کتاب توسط سارقین بود که یک مشکل کلان بود و این معضله کلان فعلا هم وجود داره که یک دلیلی که امروز ناشرای ما زمینگیر است فوتوکوپی کتاب است. دیگه با او اساس و فعلا شرایطی که پیش آمد در ارتباط سوال شما، شرایطی که پیش آمد با تغییر نظام، خب ما از امارت معجزه نمیخوایم که در یک روز به ما همه چیز درست و تنظیم بکنه و به شکل یادیش برگردانه. فعلا بازار کتاب یک بازاری است که تقریبا اگر بگیم 90% در حال رکود است، انشاءالله مبالغه نمیکنیم. امید داریم که در آینده امارت اسلامی در این راستا توجه بکنه. شخصی آقای مجاهد که ما چند روز قبل از نزدیک همراهشان رفتیم، دید و وادید داشتیم، بسیار وعده های خوب داشتن، یعنی ما را امیدوار ساختن که در چند راستا با ما وعده همکاری دادن که یکی در راستای جواز بود و در راستای دیگه در راستای مالیه بود که ما تقاضا کردیم که در ماده 53 بند دوم قانون رسانه های همگانی نشرات موقوت و غیر موقوت از مالیه معاف است. بله. چون وضعیت تغییر کرده، ناشرا زمینگیر است، شما در این راستا مالیه را معاف بکنین. اینمی ها لیازر هم بیشتر از 20 تا 30% ناشر ما ترک پیشه کردن. بله. اگر شرایط به می رقم پیش بره و شاید بیشتر ترک پیشه بکنن. و دیگه با ما وعده بازارچه کتاب دادن در یک موقعیت خوبی کابل که او پل باغ عمومی است، هم مربوط به یقی میشه. او را با ما وعده دادن. دیگه راستی خیلی ما را امیدوار ساختن که ببینیم گذشت زمان دیگه این وعده ها را واضح میسازه که به کدام طرف خواهد رفت. انشاءالله که وعده هایی که داده شده جامعه عمل بپوشه و ما شاهد اماکن مشخص برای کتابدارای عزیز ما داشته باشیم و حداقل خودمون بدانیم. واقعیت است نمیدانیم یک تعداد دوستا وقت ما کتابای مخصوص و مشخص را لازم می داشته باشیم، مخصوصا کتابای درسی را، باز مجبور هستی سر بزنیم چند کتابخانه خرد و کوچک که در نقاط مختلف شهر کابل از بری به اونجا بگردی و اگر نبیافی باز مجبور هستی که پرسان بکنی همیشه جستجو. ما دوره دانشگاه و دوره درس خود تجربه تلخ از این چنین موارد دارم. ما میدانم که اکثریت محصلین و یا اونایی که کارمند هستن مخصوصا کتابای حقوقی و کتابای طبی پیدا کردنش در شهر کابل فوق العاده دشوار است و نمیتونی با آسانی و کتابا رو پیدا بکنی. برات استاد میگن فقط نام کتاب میگن، دیگه آدرس معلوم نیست، مشخصات و جزئیات معلوم نیست. ما امیدوار هستم این موضوع روز حل شود. متاسفانه در ماهای اخیر ما شاهد بسته شدن می چند کتابخانه های کوچک که در نقاط مختلف شهر کابل بودن یا بسته شدن یا به شکل بگونی از اشکال به خاطر از اینکه دیگر طرفدار نداشت یا خریدار نداشت یا بازار نداشت به حراج گذاشته شدی کتابخانه ها. چقدر میتونه این موضوع بر جامعه صدمه بزنه؟ خب بدون شک ما پیشتر گفتیم که اگر هزار عنوان کتاب نوشته میشه به جامعه عرضه میشه، یعنی به هزارها مشکل جامعه و نیازمندی جامعه این کتاب نوشته میشه، یعنی رای حلی از برای نیازمندی جامعه. خب متاسفانه در افغانستان این زحمات و این تکالیف نویسنده و ناشر مد نظر گرفته نمیشه
وقتی که گرفته نشد دیگه وضعیت اینمی حالتی است که کلگی در سردرگمی قرار پیدا داشته باشند. چون کتابا در او کتابا کدام گپی بی‌معنی نیست، او برای مشکل نوشته شده و جامعه خالی از مشکلات نیست. پس اینمی کتابا برای مشکلات مردم و جامعه نوشته شده، در بخش زراعت، در بخش طبابت، در بخش اقتصاد و همساله هم. مگر متاسفانه مردم ما در طول تاریخ، البته استثناء وجود دارد، ما استثناء را رد نمی کنیم، برای اینمی رای حلا دروازه را بسته کردن و این رای حلا را دست کم گرفتن. پس به این اساس این کتابخانه‌ای که بسته شد به این معناست که مشکلات نادیده گرفته شد توسط حکومت و توسط مردم. پس توقع ما از حکومت و از مردم این است که در این راستا بیان با ناشرای خود همکار شوند، دست ناشرای خود بگیرند و ستون فقرات جامعه هم به نظر من کتاب است. اگر این دست کم گرفته شود دیگه مردم دمی بدبختی های خود شاید بسیار بانه. تشکر مهمان صاحب عزیز در برنامه حضور پیدا کردین و انشالله که روزهای بعد بازم شما را داشته باشیم. شما سلامت باشین و خواهش آخر ما از رسانه هایی است که با ایجادی همچه فرصت ها از ناشرای خود تقاضا بکنند که بیان دروازه گفتمان باز بسازند و همین مشکلات ناشرای خود به سهم زمامدارای امور، به سهم مردم جامعه رسانده شود تا ای که مردم جایگاه و ارزش کتاب بفهمند که الحمدلله یک تعداد زیاد میفهمند. خب بازم خوبتر و بهتر است که بهتر بفهمند تا این مشکلات حل شود. قربانتان و خیر باشید.